درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. معتصم خلیفه عباسی در بغداد غلامان و خدمتگزاران بسیاری داشت که بیشتر آنها از شهرها و کشورهای دیگر بودند و با مردم بغداد پیوند خیشی و آشنایی و همزبانی نداشتند و هر یک به نوعی بلای جان مردم بودند. بعضی از این غلامان وقتی به ریاست و فرماندهی و امیری و سرداری لشکر می رسیدند، دارای دم و دستگاهی می شدند و علاوه بر خدمت لشکری در شهر کارهایی داشتند. معامله می کردند، دید و بازدید داشتند، حساب و کتاب داشتند و لازم می شد برای زد و بندهای خود مردم شهر را بشناسند. این بود که از میان بغدادیان اشخاص را انتخاب می کردند تا در حسابها و کارهایشان نظارت و سرپرستی کنند و آنها را وکیل می نامیدند. این افراد هم کسانی بودند زبانباز و چاپلوس که خود را به زورمندان نزدیک می کردند تا نفعی ببرند و تنها تا آنجا حفظ ظاهر را می کردند که پیوندشان با مردم شهر بریده نشود. یک روز یکی از امیران تازه کار وکیل خود را خواست و گفت: من برای کار مهمی تا فردا 500 دینار پول لازم دارم که باید از کسی قرض کنم و 4 ماه دیگر که دستم باز می شود پس بدهم. از مردم بغداد کسی را می شناسی که پول قرض بدهد؟ وکیل فکری کرد و گفت: بله، چرا هستند، ولی این روزها قرض گرفتن برای کسی که اهل محل نیست خیلی مشکل است. مردم 2-3 جورند. یکی کسانی هستند که اگر پول بیکار داشته باشند به دوستان و آشنایان خود قرض الحسنه می دهند، کارشان را راه می اندازند و بعد هم اصل پول خود را پس می گیرند، سودی هم نمی خواهند. اینطور آدم ها معمولاً پول کم دارند و تا با کسی رفیق نباشند و درست او را نشناسند و به حسابی بودنش اعتماد نداشته باشند قرض نمی دهند. امیر گفت: پرحرفی نکن، معلوم است اینطور آدم ها 500 دینار یک جا به ما پول قرض نمی دهند، چون که از خودشان نیستیم. وکیل گفت: بله، یک عده خارجی هم هستند که پول قرض دادن کارشان است. اینها پول زیاد دارند و 500 دینار یا 1000 و 100 هزار برایشان فرقی ندارد. با هر کسی معامله می کنند و سود می برند. در واقع پول را می فروشند. گرانتر می فروشند و ارزانتر می خرند. امروز 500 می دهند و چندی بعد 1000 پس می گیرند. امیر گفت: با همینها باید معامله کنیم. زودتر کارمان روبراه می شود و چیزی را که امروز لازم داریم همین امروز می خریم. اگر هم گران تمام شود عیبی ندارد. وکیل جواب داد: بله، اما اینطور آدم ها به قول و نوشته و قبض و یاد داشته هر کسی اعتماد نمی کنند و به سادگی پول بی زبان را دست آدم زباندار نمی دهند. اینها همیشه یک چیزی را گرو می گیرند. خانه‌ای، باقی، مزرعه‌ای، چیزی را که چندین برابر پول قرضی ارزش داشته باشد با شاهد و سند معتبر گرو برمی‌دارند و اگر کسی وثیقه و گروی معتبر نداشته باشد نمی‌تواند از اینها قرض بگیرد، مگر اینکه در بازار اسم و رسم و کسب و کار مهمی داشته باشد. امیر گفت: پس این هم نشد. خانه و املاک ما هنوز در راه است و تازه می‌خواهیم شروع کنیم، ولی در دنیا را که نبستند، باید کسی دیگر را پیدا کرد. وکیل گفت: صحیح است، همین را می‌خواستم بگویم. از این دو دسته که بگذریم، یک جور دیگر هم هستند که پول قرض دادن شغلشان نیست، ولی سرمایه‌ای دارند که با آن خرید و فروش می‌کنند و اگر یک روز یقین پیدا کنند که ممکن است پولی در شراکتی بگذارند و سود آن از کسب خودشان بیشتر باشد یا فایده دیگری داشته باشد، ممکن است به طمع بیفتند و خیلی ساده قرض بدهند. برای شما معامله کردن با پول فروشان ممکن نمی شود و باید اینطور اشخاص را پیدا کنیم. امیر گفت: خب، من از تو همین را می خواستم. وکیل گفت: من از اینطور آدم ها یک نفر را می شناسم. آدم خوبی است. کاسب است و دکانش در فلان بازار است.
من با او مختصری داد و ستد دارم. گاهی ساعتی در دکان او می نشینم. تا آنجا که من می دانم این مرد 600 دینار سرمایه دارد و با آن خرید و فروشی می کند و کارش هم چندان رونقی ندارد. از همکارانش هم بدی بسیار دیده و تصور می کنم دوستی با شما که امیر و رئیس هستید برایش مفید است. مردم ضعیف همیشه مایل هستند به یک کسی که زور و قدرتی دارد نزدیک شوند. ولی این شخص در بازار کار کرد و حساب دستش است و اگر قرار باشد همه سرمایه‌اش را به دست کسی بسپارد، باید هم به دوستی او اعتماد پیدا کند و هم نفعی داشته باشد. امیر گفت: بسیار خوب، تو مردم را بهتر می شناسی. من حاضرم سودی بیشتر از خرید و فروش بازار به او برسانم و برای اطمینان خاطرشم هر طوری که تو صلاح می دانی رفتار کنم. وکیل گفت: راهش این است که کسی پیش او بفرستی، او را دعوت کنی و از دیدار او خوشحالی کنی و بگویی که مردم از او خیلی تعریف کردند و تو خاطرخواه اخلاقش شده ای. باید به او عزت و احترام بسیار بگذاری و یک پذیرایی گرمی هم از او بکنی و او را به دوستی خود امیدوار کنی. و بعد در پیچ و خم صحبت ها از اینکه دیشب با خلیفه شام خورده ای و دیروز با خلیفه به شکار رفته ای سخن بگویی و خودت را خیلی مهم جلوه بدهی. و گاهی از 50,000 سوار که در فرمان تو هستند و گاهی هم از انصاف و وجدان حرف بزنی و کم کم در ضمن تعارف ها موضوع پول و قرض را به میان بکشی. امید هست که مرد کاسب اعتماد پیدا کند و امیدوار شود و درخواست تو را رد نکند. امیر گفت: بسیار خوب، اما چرا خودت نروی و او را دعوت نکنی؟ وکیل گفت: صلاح در این است که کسی دیگر برود تا با او آشنا نباشد و از او چیزی نپرسد. اگر من بروم ممکن است بپرسد امیر چه کار دارد. آن وقت اگر راستش را بگویم ممکن است نتوانم او را به آمدن راضی کنم. اگر هم دروغ بگویم بعدش از من گله من می شود. بهتر از خودت او را دعوت کنی و من هم اینجا باشم و گوشه کار را بگیرم و در یک مجلس کار را تمام کنم که فرصت فکر کردن پیدا نکند. امیر گفت: همین کار را خواهم کرد. پیر غلام جا افتاده ای را به سراغ مرد کاسب فرستاد و پیغام داد که امیر لشکر سلام رسانیده و از شما خواهش دارد نزدیک ظهر برای کار لازمی یک ساعتی پیش ما بیایید. مرد کاسب وقتی پیغام را شنید گفت: اطاعت می شود. بعد پیش خودش فکر کرد که امیر لشکر مرا نمی شناسد. آیا با من چه کار دارد؟ اما از طرف دیگر آشنایی با امیر را غنیمت می دانست و گفت: شاید خریدی فروشی کاری دارد و انشاءالله خیر است. مرد کاسب سر ساعت به خانه امیر رفت. او را به اتاق پذیرایی راهنمایی کردند. امیر با جمعی از نزدیکان نشسته بودند. وارد شد و سلام کرد. امیر از کسان خود پرسید: این خواجه فلان کس است؟ گفتند: آری. امیر از جای خود برخاست و با او دست داد و او را نزدیک خود نشاند و گفت: از ملاقات شما خیلی خوشبختم. ما از خوبی و امانت و دینداری و بزرگواری شما بسیار شنیده ایم و ندیده و نشناخته فریفته شما شده ایم. مرد کاسب گفت: خوبی از خودتان است، بنده که قابل نیستم. امیر گفت: اختیار دارید. من شنیدم که در همه بازار بغداد از شما خوش معامله تر و درستکارتر کسی نیست. همه از شما تعریف می کنند. این است که واقعا آرزو داشتم با هم آشنا باشیم و نزدیک باشیم و با هم دوستی و برادری و رفت آمد داشته باشیم. من می خواهم خانه ما را خانه خودت بدانی. بیایی و بروی و هر کاری هم که داشته باشی و از دست ما برایت مزایقه نداریم. آخر یک کارهایی هم از دست ما بر می آید که برای دوستان صورت بدهیم. مرد کاسب شرمنده شده بود و تشکر می کرد و می گفت: سبب ساز خیر خداست. وکیل هم می گفت: بله، این خواجه واقعا مرد بزرگواری است. من به ایشان ارادت دارم و در بازار بغداد هیچ کس به این خوبی نیست.
بعد حرفهای دیگر به میان آمد و امیر گاه گاه به مرد کاسب اظهار لطف می کرد و احوالش را می پرسید و باز حرفهای دیگر پیدا می شد تا اینکه ظهر شد و سفره آوردند. در سر سفره نهار هم امیر خواجه را نزدیک خود جای داد و در موقع صرف غذا هم دائم به مرد کاسب مهربانی می کرد و حسابی خواجه را خجالت زده کرد. وکیل هم دست به سینه مواظب بود و به خواجه خدمت می کرد. بعد از صرف نهار اطرافیان امیر یکی یکی خداحافظی کردند و رفتند. همین که مجلس خلوت شد امیر سر صحبت را باز کرد و از وضع کار و کاسبی بازار پرسید و خواجه چیزهایی که می دانست می گفت. بعد امیر گفت راستی علاوه بر این که خیلی میل دارم هر روز شما را ببینم ولی امروز می خواستم یک موضوعی هم با شما در میان بگذارم. می دانی چیست؟ مرد کاسب گفت امیر بهتر می داند. امیر گفت حقیقت این است که من خودم آدم زرنگی هستم و خیلی حواسم جمع است و به همین دلیل به کسانی که می خواهند زرنگی کنند و خودشان را پیش من عزیز کنند زیاد رو نمی دهم. آخر وقتی مردم می بینند که من امیر لشکر خلیفه هستم و هر روز به همراه خلیفه به شکار می روم و هر شب با خلیفه شام می خورم و خیلی کارها از دستم ساخته است، همه سعی می کنند یک جوری خودشان را به من بچسبانند و به هر بهانه خدمتی بکنند. بعد هم صد جور توقع و خواهش دارند. ولی من هم در کار خودم باید هوشیار باشم. باید به وظیفم عمل کنم و نباید بگذارم که آدم‌های زرنگ از قدرت و مقام من به نفع خودشان و به ضرر دیگران استفاده کنند. مگر نیست؟ مرد کاسب گفت بله صحیح است. امیر گفت من میگویم انسان باید طوری رفتار کند که وجدانش آرام باشد. درست است که قدرت چیز خوبی است ولی این قدرت را به ما دادند که به مردم خدمت کنیم. یعنی به همه مردم. من نمیخواهم این مقام و قدرتی که دارم به هیچ غرضی آلوده شود. وقتی آدم از مردم توقع چیزی نداشته باشد آن وقت میتواند جلوی توقعهای آدمهای زرنگ بایستد. شما خوب میدانید که چه میخواهم بگویم. مرد کاسب گفت البته فرمایش شما صحیح است. امیر گفت به همین جهت من همیشه خیلی به سادگی زندگی می کنم و از خدا آرزو دارم که هیچ وقت مرا محتاج آدم های زرنگ نکند تا بتوانم انصاف را در همه کارها رعایت کنم. ولی این روزها یک کاری پیش آمده است که به یک مبلغ پول قرضی احتیاج دارم. خوب است که هیچ کس این را نمی داند وگرنه در بازار کسانی هستند که اگر این را بدانند خودشان پیش دستی می کنند و اگر 1000 دینار لازم باشد 10000 دینار می فرستند. آخر می دانند که از معامله با من خیلی فایده می برند. ولی همانطور که عرض کردم نمی خواهم روی بعضی ها توی روی من باز شود. این بود که امروز فکر کردم حالا که همه از خوبی شما تعریف می کنند و حالا که من آرزو دارم بین ما دوستی و برادری برقرار باشد و خودمانی باشیم این مطلب را هم با شما در میان بگذارم که از همه بهتر هستید. من خودم هم وقتی پول بیکار دارم در بازار به دوستان می سپارم تا با آن کار کنند. اگر خداوند خیلی رسانید آخر سر یک چیزی هم به من بدهند. همین حالا هم پیش چند نفر پول دارم که چون وعدش نرسیده نمی خواهم اشاره‌ای بکنم. یکی هم هست که 2000 دینار گرفت و مدتی از وعده گذشته و چون می دانم آدم با خدا و دینداری است و وضع بازار هم خوب نیست نمی خواهم یادآوری کنم تا وقتی خودش بیاورد. به هر حال چون من و شما دیگر خیلی با هم نزدیک خواهیم بود این معامله را امروز شما بکنید و 1000 دیناری به من به عنوان قرض بدهید در برابر سند رسمی و از روی حساب به مدت 4 ماه. همین که پولهای خودم نقد شد پس می دهم. و البته علاوه بر حساب رسمی یک دست لباس هم برای سپاسگزاری تقدیم می کنم. می دانم که شما بیش از اینها هم می توانید فراهم کنید و در این موقع مضایقه نمی کنید.
مرد کاسب از روی کمرویی و خوش اخلاقی که داشت نتوانست عذری بیاورد و گفت: البته اطاعت فرمان شما جای خود دارد، ولی من از آن تاجرها نیستم که 1000 و 2000 دینار داشته باشند و با بزرگان جز راست نمیتوان گفت. حقیقت این است که همه سرمایه من 600 دینار است که با سختی و قناعت به دست آوردم. در بازار با آن دست و پایی میزنم و خرید و فروشی میکنم. نمیدانم چطور وضع کسب و کار خودم را شرح بدم که شما بدانید راست میگویم. امیر گفت: من در راستی حرف شما کوچکترین شکی ندارم. همین راستی و درستی شماست که مرا به دوستی شما علاقمند میکند. اما این هم که گفتم احتیاج به 1000 دینار دارم، در واقع پول و طلا در خزانه بسیار است که برای کارهای دیگر است و مقصود من از این معامله بیشتر دوستی و یگانگی است که خیلی هم به شما برسد. دلم میخواهد بهانه‌ای داشته باشیم تا بیشتر همدیگر را ببینیم. با این ترتیب به طوری که من میفهمم از خرید و فروش خرد و ریز با این 600 دینار در این بازار کساد چیزی عاید شما نمیشود. حالا که اینطور است دوست عزیز، اصلاً بیا و این 600 دینار را به عنوان قرض یا شراکت به من بده و برای محکم بودن کار هم سندی به مبلغ 700 دینار می نویسیم و 4 ماه دیگر که پولهای من می رسند 700 دینار یا بیشتر را می گیری و خلعتی هم بر آن می گذارم. بعد هم اگر پولهای بیکار داشتم به جای دیگران به دست خودت می سپارم که به وضع خوبی با آن کاسبی کنی و کارت را رونق بدهی. ما که با هم این حرفا را نداریم. وکیل هم کمک کرد و گفت: بله، شما هنوز نمی دانید که این امیر چقدر بزرگوار است. باور کن در میان همه امیران دولت از این امیر پاک معامله تر کسی نیست و مردم همیشه از او خیر می بینند. مرد کاسب زبانش کند شد و گفت: چه عرض کنم، فرمان بردارم، اینقدر که هست دریغ ندارم. امیر گفت: مرا سرفراز کردی که نمیخواستم از دیگران بگیرم و نمیخواستم به پولهای خزانه دست بزنم. میخواستم با این کار پایه دوستی ما محکم شود. همین امروز باید این کار تمام شود. مرد کاسب رفت و 600 دینار تمام سرمایه نقد خود را برداشت و آمد به امیر تسلیم کرد و قبضی برای 4 ماه بعد به مبلغ 700 دینار با مهر و امضای امیر دریافت کرد و با قدری ناراحتی و قدری امیدواری خداحافظی کرد و رفت به خانه‌اش. وقتی خواجه از خانه امیر بیرون رفت، امیر به وکیل گفت: بد نشد، کار ما راه افتاد، اما بهتر است تو دیگر به دکان این مرد در بازار نروی تا موضوع به صورت یک معامله تمام شده باشد و رنگ دوستی و رفاقت پیدا نکند. من حوصله این حرفها را ندارم. البته اگر اینجا بیاید با او خوشرفتاری می کنم و بسیار هم ممنون هستم، ولی پولی داده است و سر وعده پس می گیرد و بقیه حرفها تعارف است. وکیل گفت: باشد، اطاعت می شود. مرد کاسب تا چند روز از این معامله خوشحال بود. با خود می گفت در این بازار کساد این سرمایه کم در ظرف 4 ماه چندان فایده نمی کرد و در خرید و فروش احتمال ضرر هم هست. اما در این همکاری حالا می دانم که 4 ماه دیگر درآمد بیشتری دارم. دوستی با امیر هم مفت من. 2 هفته که گذشت مرد کاسب به فکر افتاد یک روز با امیر دیداری تازه کند. ولی با خود گفت شاید این کار پسندیده نباشد. شاید امیر گرفتاری داشته باشد و موقع مناسبی نباشد. بهتر است خود امیر مرا بخواهد. اصلا رفتن من به خانه امیر یک نوع جسارت است و چون طلبکار هستم بد است. هیچ کس از طلبکار خوشش نمی آید. ممکن است امیر هم از دیدار من شرمنده شود و دوستی ما خلل پیدا کند. بهتر است در این مدت 4 ماه خودم را نشان ندهم تا امیر مرا با آدم‌های زرنگی که می‌گفت فرق بگذارد و بعد از اینکه پولم را گرفتم آن وقت گاه گاه امیر را ببینم تا جای هیچ حرفی نباشد و صداقت و صمیمیت ما ثابت شود. در مدت 4 ماه
امیر هرگز به یاد کاسب نبود. 4 ماه از تاریخ معامله گذشت و وعده قبض سر رسید. مرد کاسب با خود گفت همین امروز و فرداست که امیر مرا می طلبد و حسابش را می پردازد. اما خبری نشد. چند روز دیگر هم صبر کرد و گفت این بد است که آدم درست روز وعده به سراغ طلبش برود. امیر خودش حساب سرش می شود و برای احترام شخصیت هر دو بهتر از چند روز دیگر صبر کنم. باز هم خبری از امیر نرسید. مرد کاسب فکر کرد خب امیر گرفتار است. آمد و رفت بسیار دارد و روز وعده را فراموش کرده است. می روم خودم را نشان می دهم و یادش می آید. 10 روز از وعده قبض گذشته بود که مرد کاسب یک روز به خانه امیر رفت. غلامان دیده بودند که چندی پیش امیر او را گرامی داشته راهش دادند. در مجلس امیر گروهی از اطرافیان و دیگران بودند. امیر به مرد کاسب گفت از دیدار شما خوشوقتم. مدتی است شما را ندیدم. شما گرفتاری دارید، من هم همینطور. زمانی است که هر کس به خود گرفتار است. حال شما چطور است؟ خب من باید الان به حضور خلیفه شرفیاب شوم. از اینکه ناچارم فوری بروم خیلی متاسفم. میخواستم بیشتر با شما صحبت کنم. مرد کاسب دید که واقعا امیر گرفتار است. قدری تعارف کرد و خداحافظی کرد و بیرون آمد. با خود گفت حالا امیر یادش آمد و درست می شود. 10 روز دیگر هم گذشت و خبری نشد. بار دیگر مرد کاسب به دیدار امیر رفت. ساعتی نشست و احوال پرسی و تعارف هایی کردند و امیر چیزی به روی خود نیاورد. مرد کاسب خجالت کشید که موضوع را به زبان یادآوری کند و فکر کرد همین امروز و فرداست که امیر خودش پول را می فرستد. 2 ماه گذشت و مرد کاسب چند بار به دیدار امیر رفت ولی امیر از بابت پولی که به دهکار بود چیزی به روی خود نیاورد. وکیل هم در آنجا دیده نمی شد. 1 روز مرد کاسب از غلامان سراغ وکیل را گرفت و نام او را برد. گفتند مدتی است که از اینجا رفت و حالا فلان کس وکیل است. مرد کاسب کمی نگران شد و چون هیچ وقت امیر تنها نبود یادآوری از حساب را در حضور دیگران دور از ادب می دانست. 1 روز نامه ای نوشت و به دست امیر داد. در آن نوشته بود که از وعده قبض بیش از 2 ماه گذشته است و چون با آن پول خیلی احتیاج دارم امید است که به وکیل اشاره بفرمایید آن مختصر پول را به ارادتمند بپردازد. امیر نامه را خواند و طلبکار را نزدیک خود خواست و آهسته به او گفت خیال نکن یادم نیست. به هیچ وجه ناراحت نباش. من در فکر تو هستم. چند روزی صبر کن. من به زودی آن را درست می کنم و به دست شخص معتمدی به حضور خودت می فرستم. خیلی هم شرمندم. خیلی هم از محبت شما متشکرم. مرد کاسب رفت و 2 ماه دیگر هم صبر کرد و هر روز منتظر بود که شخص معتمدی از طرف امیر بیاید و پول را بیاورد و قبض را بگیرد. ولی هیچ خبری از پول نشد. بار دیگر نامه ای نوشت و به خانه امیر رفت. این بار نامه را داد و به زبان هم یادآوری کرد که جناب امیر، امیدوارم از من آزرده نشوید. من واقعا در بازار گرفتاری دارم و این مختصر پول مورد احتیاج من است. لطفی بفرمایید و زودتر آبروی مرا نجات بدهید. امیر گفت صبر کنید آقا جان، صبر کنید ببینم. امیر از مجلس بیرون رفت و دم در به غلامان دربان گفت که مردی با این نشانی اکنون از خانه بیرون می رود. او را به خاطر بسپارید و دیگر نگذارید پیش من بیاید. بعد از این اگر آمد به او بگویید که اینجا مهمانخانه نیست. امیر برگشت به مجلس و به مرد کاسب گفت بله یک فکری می کنم. من هم این کار را واجب می دانم و سعی می کنم زودتر کارت را درست کنم. یک کمی صبر داشته باش عزیزم. خدا خودش وسیله ساز است. امیر در حضور دیگران طوری حرف می زد مثل این که مرد کاسب به گدایی آمده باشد و از او تقاضایی داشته باشد. اما مرد کاسب دیگر نمی توانه سخت بگیرد و
با خداحافظی از مجلس بیرون رفت. وقتی مرد کاسب بیرون رفت، امیر شروع کرد به قرولون زدن. عجب مردمی هستند. همین که یک بار چشت خور شدند، دیگر ولکن نیستند. مرتب از آدم توقع دارند. مثل اینکه پول علف خرس است. از این ور بکاری، از آن ور سبز شود. درست است که آدم اگر از دستش کاری براید، باید کمکی بکند. ولی چه جور؟ خوب است که هیچ کس آدم را نشناسد. میگویند حضرت علی شب‌های تاریک به خانه بینوایان و یتیمان می‌رفت و نان و خوراک می‌داد و هیچ کس آن حضرت را نمی‌شناخت. بعد از شهادتش فهمیدند چه کسی به ایشان نان می‌رسانده. ثواب پنهان علاوه بر اجرش اینش خوب است که آدم را نشناسند، وگرنه مردم ولش نمی‌کنند که به کارش برسد. مرد حسابی، تو به پول احتیاج داری و گرفتاری؟ خب همه گرفتارند و احتیاج دارند. کیست که احتیاج نداشته باشد؟ همیشه هم مستحق محروم است و پرروها کارشان را پیش میبرند. آخر آدم نمیتواند حرف تلخ بزند و دل مردم را بشکند. ولی ما چه تقصیری داریم؟ ما چه کار میتوانیم بکنیم؟ هی بده، الله اکبر از این مردم. حاضران گفتند بله صحیح است، همینطور است. خیرخواهی هم برای خودش دردسرهایی دارد. این آخرین بار بود که خواجه کاسب به دیدار امیر موفق شد. یک ماه بعد وقتی خواجه برای یادآوری می آمد، کسی به خانه امیر راهش نداد. غلامان گفتند اینجا مهمانخانه نیست، عوضی گرفته ای. مرد کاسب موضوع را فهمید که دیگر به خانه امیر راهش نمی دهند و امیر نمی خواهد پولش را بدهد. این را هم می دانست که زورش به امیر نمی رسد و داد و فریاد هم فایده ندارد. او یک مرد کاسب بازار است و امیر هم امیر است. با خود فکر کرد بهترین راه این است که یک شخص معروف و معتبر را پیدا کند و قصه را بگوید و او را شفیع و میانجی کند. شاید امیر را بر سر انصاف بیاورد. 8 ماه از وعده قبض گذشته بود که مرد کاسب یکی از بزرگان را که با امیر آشنایی داشت واسطه قرار داد و قبض را به او نشان داد و التماس کرد که چاره‌ای بکند. امیر به آن شخص جواب داد درست است که او قبضی در دست دارد، ولی تا حالا 10 برابر آن پول را کم کم از من گرفته است. آن وقت شما هم به چنین آدمی رو می دهید. مرد کاسب از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد. شخص دیگری را پیدا کرد که با امیر صحبت کند. امیر جواب داده بود آیا تصور می کنید که من به این 700 دینار پول یک آدم بیمعنی احتیاج دارم؟ حقیقت این است که این مرد از نجابت من سوء استفاده می کند و این قبض هم یک سند باطل شده است. اصلا حیف از شماست که در این قضیه دخالت می کنید. شما که حقیقت را نمی دانید بی خود از یک آدم کلاهبردار طرفداری نکنید. من می بینم آدم بدبختی است، به او رحم می کنم. وگرنه می رفتم رسماً ازش شکایت می کردم و پدرش را جلوی چشمش می آوردم. امیر با هر یک از کسانی که میانجیگری می کردند و دارای اعتبار و احترام بودند یک جوری جواب می داد و به آنها می فهماند که مرد کاسب حقی ندارد و آنها بی خود دخالت می کنند. چند بار که اشخاص سرشناس در این باره با امیر صحبت کردند، امیر یک غلام ترک را پیش مرد کاسب فرستاد و پیغام داد که امیر میگوید اگر این دفعه آن قبض را به کسی نشان دادی و حرفی زدی، هرچه دیدی از خودت دیدی. مرد کاسب ترسید و دیگر قبض را به کسی نشان نداد، ولی چند بار دیگر هم چند نفر از اشخاص سرشناس را واسطه کرد و التماس کرد و اثری نداشت. خب امیر صاحب دم و دستگاه بود و مردم هم خودشان با او کار داشتند و دیگر دنبال حرف را نمی گرفتند و نمی خواستند امیر از ایشان آزرده شود. 1.5 سال گذشت و از دیدن این و آن نیز نتیجه‌ای حاصل نشد. مرد کاسب گفت هرچه می شود بشود، می روم شکایت می کنم. قبض مهر و امضای امیر را نزد قاضی بغداد برد و قصه را نوشت و از امیر شکایت کرد. قاضی فرمان حاضر شدن امیر را داد. اما امیر به محضر قاضی حاضر نشد.
قاضی حکم جلب او را داد و 50 نفر را فرستاد که امیر را بیاورند. امیر آن 50 نفر را با 100 نفر محاصره کرد و نگاه داشت و به قاضی پیغام داد: اگر تو 50 نفر داری، من 100,000 دارم و دوست نمی دارم که کسی از زور با من حرف بزند و دوست نمی دارم به شما بی احترامی کنم. اندازه خودتان را نگاه دارید و دست از این کار بردارید. قاضی مرد محترمی را نزد امیر فرستاد و گفت: آخر این مرد سند و نوشته دارد و طلبکار است. صحبت از زور نیست. صحبت از حق و انصاف است. اگر تو که امیر خلیفه هستی به حکم قاضی و قانون تسلیم نباشی، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. این 700 دینار هم پولی نیست که نتوانی بدهی. یک جوری طلبکار را راضی کن. امیر پیغام داد: 700 دینار پولی نیست، اما این مرد با سند پول داده و بی سند پولش را گرفته، زیادتر هم گرفته. اگر قسم هم بخورد دروغ می گوید. من اگر آسمان به زمین بیاید یک دینار هم نمی دهم. اگر هم دست از این حق بازی بر ندارد، من می دانم که با قاضی چه باید کرد و با کاسب هیلگر چه باید کرد. شما بهتر است احترام خودتان را نگاه دارید. قاضی هم قاضی معتصم بود. پیغام امیر را به کاسب داد و گفت: ما خطر کردیم، اما ای برادر، دست تنها با شمشیر طرف نمی توان شد. بهتر است باز هم صبر کنیم. آخر ما هم می خواهیم قاضی باشیم، تو هم می خواهی کاسب باشی. خلاصه پای آبروی خودت هم در میان است. زیاد سخت نگیر. خدا خودش درست می کند. مرد کاسب دید اگر کمی دیگر سخت بگیرد، بدهکار هم می شود و خواهند گفت سندش ساختگی است و قسمش دروغ است. قاضی هم به بدبختی می افتد و سرمایهش رفته، آبرویش هم می رود و یک دشمن زورمند هم پیدا کرده که انصاف ندارد. و کسی که انصاف ندارد هر کاری از دستش بر می آید. این بود که از دوندگی خسته شد و از بزرگان و از همه کس ناامید شد و ناچار دل در خدا بست و درمانده و دل شکسته راه مسجد را پیش گرفت. در مسجد هیچ کس نبود. وضوئی گرفت و در محراب شبستان مسجد 2 رکعت نماز خواند و از ناراحتی که داشت شروع کرد بلند بلند مناجات کردن: خدایا، هیچ کس به داد من نرسید. دیگر چاره‌ای نمانده و هیچ کاری از دستم بر نمی آید. حالا دیگر تو به داد من برس و داد مرا از این بیدادگر بستان. دلش شکسته بود و بی اختیار و به صدای بلند به گریه افتاد. در این موقع پیرمرد درویشی از ایوان مسجد به شبستان وارد شده بود و مناجات مرد کاسب را شنید و گریهش را دید و دلش به حال آن مرد سوخت. وقتی گریهش آرامتر شد، درویش پیش آمد و گفت: ای برادر، خوب صفایی پیدا کردی. شاید نمیخواهی کسی حال تو را ببیند، اما من حرفایت را شنیدم و متأثر شدم. مگر چه شده که این طور ناراحت و بیتاقت شده ای؟ مرد گفت: نمی دانم. وقتی آدم از همه جا درمانده می شود و دلش می شکند، دیگر اختیار زبانش و اشکش را ندارد. امیدوارم مرا ببخشید. درویش گفت: بخشایش از خداست. نه، واقعا می خواهم بپرسم چه شده. شاید وسیله یا علاجی پیدا شود. شاید کاری بشود کرد. مرد گفت: کار از گفتن گذشته. مگر خدا خودش چاره‌ای بکند. درویش گفت: می فهمم. خب خدا هم کارها را با اسبابها راست می آورد. خدا به مردم روزی می دهد، اما نان را با زنبیل از آسمان نمی فرستد. در دنیا سببها و وسیله های بسیاری هست که وقتی کسی آنها را نمی شناسد، نمی داند چه باید بکند. من فکر می کنم اگر دردت را به من بگویی، شاید خداوند سببی بسازد. مرد گفت: گفتن هیچ فایده ای ندارد. ای درویش، در بغداد فقط خلیفه مانده است که به اون نگفتم. دیگر با همه امیران و بزرگان، با قاضی و شحنه و با هر که تو فکرش را بکنی گفتم و فایده نداشته. به این که با تو بگویم هم سودی ندارد. درویش گفت: خیلی خوب، ولی ببین، ظاهر کار نشان می‌دهد که من از تو درویش‌ترم.
ولی اینقدر مثل تو ناراحت نیستم. شاید تو هم از این گفتن آرامشی پیدا کنی. تازه اگر فایده ای ندارد، ضرری هم ندارد. من که درد و گرفتاری تو را بیشتر نمی کنم. یا سودی از این گفتن به دست می آید یا نمی آید، ولی زیانی ندارد. مگر نشنیده ای که از قدیم گفتند هر که غمی دارد و با هر کسی بگوید، شاید که از کمتر کسی چیزی بشنود که راحتی بیابد. مرد گفت: راست میگویی، بهتر است بگویم. و داستان خود را از اول تا آخر برای درویش تعریف کرد. درویش وقتی احوال را شنید گفت: آن پس معلوم می شود حق با توست. اگر هرچه من می گویم عمل کنی، همین امروز می توانی پول خودت را از آن امیر وصول کنی. مرد کاسب گفت: چطور ممکن است؟ درویش گفت: حالا می بینی. اگر نشد مرا سرزنش کن. اصلا اگر درست فکر کنی، حالا وقت نماز نبود و من هم نمی دانم چرا به مسجد آمدم. و در این وقت روز، گویا خدا مرا به مسجد کشید تا آنچرا می دانم به تو بگویم که تو راحت شوی. من چیزی نیستم، ولی این دعای تو بود که مستجاب شد و سبب ساز آن خداست. خداوند همیشه اسباب‌هایی دارد که به موقع خودش به کار می اندازد و حق را بر ناحق پیروز می کند. این اسباب‌ها گاهی در آخرین لحظه به کار می افتند. برای اینکه پیش از آن مردم کوشش و تلاش خودشان را هم بکنند. مرد گفت: نمیدانم. میگویی چه کار کنم؟ امید به خدا. درویش گفت: گوش کن ببین چه میگویم. باید همین الان بلند شوی و بروی دست و رویت را کنار جوی آب بشویی. لازم نیست که پیدا باشد گریه کرده ای. حرف ناحق به آرایش و بهانه و جنجال احتیاج دارد، اما حرف حق به هیچ چیز احتیاج ندارد. خداوند در حق و راستی و درستی اثری گذاشته است که خودش ضامن توفیق خودش است. از در بزرگ مسجد بیرون می روی. از این کوچه می گذری. دست راست به بازار نجارها می رسی. از بازار می گذری، دست چپ از کوچه درختی در می شوی. سر چهار راه که رسیدی، از دور یک گلدسته پیداست که مال مسجد کهنه است. مسجد کهنه در کوچه است که پشت دیوار قصر خلیفه است، اما راهی به آنجا ندارد. کوچه مسجد کهنه کوچه بن‌بست و خلوتی است. از در مسجد کهنه در می شوی، چند قدم دورتر چند تا دکان خرابه است. در دکان دومی پیرمردی چادر دوز نشسته است و با دوتا شاگرد خردسالش کار می کند. باید بروی پیش آن پیرمرد درزی و سلام کنی و همه آنچه بر سرت آمده است از اول تا آخر برای او تعریف کنی و ببینی پیرمرد چه میگوید و چه میکند. من امیدوارم اگر این کار را بکنی، همین امروز به پول خودت برسی. آن وقت در حق من هم دعایی بکن و برو دنبال کارت. در این که گفتم کوتاهی نکن. خدا حافظ و التماس دعا. درویش این را گفت و رفت. مرد کاسب از شنیدن این حرف ها تعجب کرد، ولی امیدی در دلش پیدا شد و بلند شد که دستور درویش را به کار بندد. در راه با خود فکر می کرد: خیلی عجیب است. همه بزرگان بغداد را شفیع کردم تا با امیر نابکار صحبت کردند و اصرار کردند، ولی هیچ فایده ای نداشت. به قاضی بزرگ پناه بردم و هیچ چاره نشد. حالا این درویش ناشناس مرا پیش یک پیرمرد چادردوز بی‌نوا می‌فرستد و می‌گوید مقصود تو از او حاصل می‌شود. این کار بیشتر به مسخره می‌ماند. ولی چه کنم؟ شاید یک چیزهایی هست که من نمی‌فهمم. به هر حال می‌روم سرگذشت خود را به این آدم هم می‌گویم. هرچه هست اگر هم چاره‌ای پیدا نشود، از این که هست دیگر بدتر نمی‌شود. با این فکرها رفت و در مسجد کهنه رسید. دکان پیرمرد چادردوز همانجا بود که درویش گفته بود. به دکان وارد شد و سلام کرد. پیرمرد جواب سلامش را داد و دیگر چیزی نگفت. پیرمرد بود با دو تا شاگردش که هر دو خردسال بودند. دکان پیرمرد اساس و تجملی نداشت. خودشان بودند و اسباب کارشان و داشتند با کرباس پرده آفتابگیر می دوختند. بچه ها تون تون کار می کردند.
کسی حرفی نمی‌زد و همه ساکت بودند. مرد کاسب روی چهارپایه‌ای که پهلوی دیوار گذاشته بود نشست و به دیوار تکیه داد. چند لحظه که گذشت پیرمرد چادر دوز کارش را زمین گذاشت و به مرد کاسب گفت: کاری دارید بفرمایید. مرد کاسب گفت: کاری ندارم. گرفتار یک بدبختی شدم. امروز دلم شکسته بود و در مسجد گریه می کردم. نمی دانم کی بود که مرا دید و احوالم را پرسید. آن وقت مرا پیش شما فرستاد. او را نمی شناختم و هرگز ندیده بودمش. او گفت بیایم و با شما درد دل کنم. پیرمرد گفت: انشاءالله خیر است. خدا همه کارها را راست بیاورد. برای شنیدن حرفهایت آمادم. مرد کاسب احوال خود را از اول تا آخر، از روزی که امیر او را دعوت کرد و پول قرض گرفت تا آن ساعت که در مسجد درویش را دید، همه را تعریف کرد و گفت: حالا هم اینجا هستم و نمیدانم چه باید کرد. پیرمرد خیاط وقتی احوال او را شنید گفت: خوب کردی که آمدی اینجا. ما هم حرف خیری میزنیم و امیدواریم که خدا بخواهد و به مقصودت برسید. یک کمی همینجا که نشسته ای صبر کن تا ببینم چه می شود. بعد پیرمرد درزی یکی از شاگردهایش را به نام محمد صدا زد و گفت: ببین پسر، کارت را بگذار زمین و برخیز و برو به خانه فلان امیر. وقتی وارد شدی پشت در اتاق خود امیر صبر کن تا اینکه کسی از آنجا بیرون آید یا کسی بخواهد وارد شود. از او خواهش کن که به امیر بگوید که شاگرد فلان درزی ایستاده است و پیغامی دارد. وقتی اجازه داد وارد شو، اول سلام کن. بعد بگو استادم سلام میرساند و میگوید یک مرد کاسب از تو گله دارد و سندی در دست دارد به مبلغ 700 دینار که یک سال و نیم از وعدش گذشته. میخواهم که همین اصائه پول این مرد را تمام و کمال به او برسانی و هیچ کوتاهی نکنی که این مرد راضی شود و برود. این را بگو و جواب امیر را بیاور. کودک گفت: به چشم. از جای خود برخاست و دوان دوان دنبال فرمان رفت. مرد کاسب مات و مبهوت نشسته بود و فکر میکرد: عجیب است که این پیرمرد به وسیله یک بچه کم سن و سال این طور به آن امیر پیغام میفرستد. درست مثل اینکه اربابی به نوکرش دستور بدهد. پیرمرد کار خود را از سر گرفت و دیگر حرفی نزد. نیم ساعتی که گذشت کودک پیغام رسان برگشت و به استادش گفت: رفتم، همانطور که فرموده بودید وارد شدم. امیر از جای خودش برخاست و تا دم در اتاق پیش آمد. سلام کردم و آهسته پیغام را گفتم. امیر گفت: سلام و احترام مرا به خواجه برسان و بگو چشم، همانطور که فرمودی اطاعت می کنم و همین حالا خودم به نزدت می آیم و پول را همراه می آورم و به صاحبش می پردازم و عذرخواهی هم می کنم. پیرمرد گفت: بسیار خوب، برو سر کارت. و کودک نشست و به کار خود مشغول شد. مرد کاسب ساکت نشسته بود و تماشا می کرد. هنوز یک ساعت نگذشته بود که صدای سم اسب در کوچه شنیده شد. امیر بود و با رکابدارش و دو غلام که سر رسیدند. امیر از اسب پیاده شد. به دکان آمد و سلام کرد. کیسه سربسته ای از پول را که در دست یکی از غلامان بود گرفت و جلوی روی پیرمرد بر زمین گذاشت و به مرد کاسب گفت: بفرمایید، تا خیال نکنی که من نظری داشتم. اگر کوتاهی شده تقصیر از وکیلان است. شما دیگر پیش من نیامدی و من خیال کردم پول را دادند و قبض را گرفتند. به هر حال خیلی از شما شرمنده ام و اگر بتوانم از خجالت شما در می آیم. بعد کیسه را باز کردند و سکه ها را شمردند. درست 500 دینار بود. امیر به پیرمرد خیاط گفت: این 500 دینار. در این ساعت ممکن نشد که بیشتر فراهم کنم و میخواستم امر شما را فوری اطاعت کنم. باقی میماند 200 دینار. آن را هم فردا نزدیک ظهر که از درگاه خلیفه برمیگردم میفرستم سراغ این دوست عزیز و 200 دینار بقیه را هم به خودش تقدیم میکنم و عذر گذشته را میخواهم. راضیش میکنم و کاری میکنم که بتواند پیش از نماز ظهر
خوشدل و دعاگو خبرش را به شما برساند. پیرمرد گفت: بسیار خوب، 500 دینار را به دست خودش بده و سعی کن بدقولی نکنی و تا فردا ظهر بقیه را به او برسانی. امیر گفت: حتماً، حتماً تا ظهر فردا، مطمئن باشید. امیر کیسه پول را به مرد کاسب سپرد و با پیرمرد خیاط خداحافظی کرد و رفت. مرد کاسب از خوشحالی نمی‌دانست چه کند. کیسه پول را باز کرد و 100 دینار شمرد و جلوی پیرمرد گذاشت و گفت: پدر عزیز، حقیقت این است که من راضی شده بودم از اصل مال هم 100 دینار کمتر بگیرم، یعنی جمعاً 500 دینار، و حالا به برکت خیرخواهی تو تمام پول قبض وصول می شود. این است که از صمیم قلب این 100 دینار را به شما می بخشم تا در هر راهی که صلاح می دانی خرج کنی. پیرمرد خیاط ناراحت شد و گفت: اگر من حرفی زدم برای رضای خدا زدم. اگر بنا بود مزد بگیرم دیگر حرفم اثر نداشت. کار من چادر دوزی است، دلال نیستم. برخیز تمام پولت را بردار و برو به کار و زندگیت برس، و اگر فردا بقیه حسابت به تو نرسید مرا خبر کن. بعد از این هم سعی کن وقت معامله اول طرف خودت را بشناسی و حواست را جمع کنی تا دیگر به این طور آدم ها دوچار نشوی. هرچه مرد کاسب برای تقدیم پول اصرار کرد، پیرمرد نپذیرفت. ناچار پولش را برداشت و شادمان به خانه‌اش رفت و بعد از یک سال و نیم که نگران و ناراحت بود، آن شب با خیال راحت خوابید. فردا نزدیک ظهر غلام امیر به خانه مرد کاسب پیغام برد که امیر با شما کار دارد. مرد کاسب بعد از یک سال که دیگر به خانه امیر راهش نمی‌دادند، وارد شد و امیر تا دم در به پیشواز آمد. با احترام او را به خانه برد و در جای بهتر نشانید و دستور داد تا پول را آوردند و بقیه حساب را شمرد و به او تسلیم کرد. مرد کاسب قبض را به امیر پس داد و عازم رفتن شد. اما امیر اصرار کرد که قدری صبر کند و با شربت و شیرینی از او پذیرایی کرد و بعد یک دست لباس فاخر و کفش و کلاه مناسب و هدیه های دیگر به مرد کاسب تقدیم کرد. قدری هم به وکیلان بد گفت که در پرداخت این حساب کوتاهی کردند و گفت: دیر شدن آن حالا تلافی شد. به من گفته بودند که پول را دادند، ولی حالا که آن پیرمرد عزیز یادآوری کرد دانستم که اشتباه شده است. خب حالا از من راضی و خوشنود شدی؟ مرد کاسب گفت: بله، متشکرم. امیر گفت: پس تقاضا می کنم همین الان پیش آن پیرمرد بروی و بگویی که از امیر راضی شدم. آخر ما به این پیرمرد خیلی ارادت داریم. مرد کاسب گفت: همین کار را خواهم کرد. خودش هم سفارش کرده است که نتیجه را به او خبر بدهم. با هم خداحافظی کردند و مرد کاسب خرم و خوشحال یک راست رفت پیش مرد خیاط و داستان را گفت که تمام طلب خود را وصول کردم و لباس و هدیه های دیگر هم گرفتم و اینها همه از برکت سخن تو بود. بعد گفت: حالا خواهش میکنم برای اینکه بیشتر خوشحال باشم این 200 دینار را به عنوان هدیه از من بپذیری. پیرمرد باز هم چیزی قبول نکرد و گفت: حالا که تو خوشحال شده ای باید بگذاری من هم خوشحال باشم که حرف خیری زدم و حقی به حقدار رسیده است، نه اینکه بخواهی چیزی به من هدیه کنی و نیت خیر مرا به غرض آلوده کنی. مرد کاسب این حرف را پسندید و به خانه رفت، اما دلش آرام نشد. روز دیگر یک مرغ خرید و بریان کرد و با یک ظرف حلوا و نان و شیرینی به دکان پیرمرد برد و گفت: ای پیر مهربان، من نتوانستم دلم را آرام کنم و راحت بشوم. هنوز کار من ناتمام است. آمدم یک حاجت دیگر از تو بخواهم و امیدوارم مرا محروم نکنی. پیرمرد گفت: اگر بتوانم مضایقه نمی کنم. مرد کاسب گفت: چون تو در کار خیر مزد و هدیه‌ای نپذیرفتی من شرمنده شدم. اینک می خواهم با هدیه‌ای خوراکی که از کسب حلال من است تو و شاگردانت را به غذا و شیرینی مهمان کنم. اگر قبول می کنی حاجتم را می گویم. پیرمرد گفت: عیبی ندارد.
دست دراز کرد و لقمه ای از غذا و شیرینی خورد و به شاگردان داد و گفت شیرین کام باشید. اینک ما مهمان تو شدیم تا خوشدل باشید. اما حاجتت چیست؟ مرد کاسب گفت حاجتم این است که مرا از تعجب و حیرتی که دارم نجات بدهید. من 2 روز است قرار و آرام ندارم و از کار تو مبهوت شدم. آخر 1 سال است که به همه بزرگان شهر متوسل شدم و همه با امیر در کار من سخن گفتند، ولی هیچ فایده ای نداشت. نزد قاضی بزرگ شکایت کردم و نتیجه نبخشید و زور هیچ کس به این امیر نرسید. پس چطور شد که به این سادگی حرف تو را قبول کرد و به این زودی هرچه گفتی اطاعت کرد؟ این احترام از کجاست؟ تو کیستی؟ اگر این امیران در فرمان تو هستند، پس چرا خودت در این دکان خرابه خیاطی می‌کنی؟ اگر یک کارگر ساده هستی، پس امیر چرا از تو حساب می‌برد؟ من هرچه فکر می‌کنم چیزی نمی‌فهمم و تا این راز را نفهمم نمی‌توانم راحت باشم. پیرمرد گفت: پس تو از احوال من با معتصم خبر نداری؟ جواب داد: نه، هیچ چیز نمی‌دانم. پیرمرد گفت: خیلی دلت می‌خواهد بدانی؟ پس گوش کن تا بگویم. اما اینکه پرسیدی من کی هستم، من یک کاسب زحمتکش هستم که از مزد چادردوزی نان می‌خورم و دیگر هیچ چیز نیستم. گردنم از همه باریک‌تر است. زوری هم ندارم. امیرها هم در فرمان من نیستند. اما اگر حرفم اثری دارد، برای این است که حرف را فقط برای رضای خدا می‌زنم. مسلمانم. قرآن خواندم و احکام دین را یاد گرفتم و تا آنجا که بد و خوب و حلال و حرام را می شناسم به آن عمل می کنم و هر وقت وظیفه داشته باشم از امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی نمی کنم و چون طمعی از کسی ندارم حرف حق را می گویم و چون غرضی با کسی ندارم از کسی نمی ترسم. نمی خواهم با تو رفیق باشم نه با امیر. این را نمی گویم تا از خودم تعریف کنم، زیرا به تو احتیاجی ندارم. کار میکنم و قناعت را میشناسم و به هیچ کس احتیاجی ندارم. اینها را میگویم که تو خوب بفهمی. این که میبینی بعضی از مردم حرفشان اثر ندارد، برای این است که حرف خوب و خیر را هم برای غرضی میزنند و نیتشان خالص نیست. یکی میخواهد با تو دوست باشد و از تو استفاده کند، حرفی به سود تو میزند. وقتی میبینند زور امیر بیشتر است، حساب میکند و فکر میکند بهتر است با امیر رفیق باشد و کوتاه میآید. خدا را میخواهند و خرما را هم میخواهند، ولی من خرما نمیخواهم و میدانند که نمیتوانند با خرما دهن مرا شیرین کنند و زبانم را کوتاه کنند. این یک قسمت است. یک قسمت دیگر مربوط به ترس امیر است. اگر کسی از خدا بترسد و هیچ کار بد نکند، دیگر از کسی نمی ترسد. اما مرد ناپاک و زورگو از کسی که زور بیشتر دارد می ترسد. این است که به ضعیفتر زور می گوید و از قویتر زور می شنود. و اگر امیر از من حساب می برد، برای زور من نیست. برای زور کسی است که قویتر از اوست. او می دارد که قاضی می خواهد با او رفیق باشد و بزرگان می خواهند با او داد و ستد کنند و فایده ببرند. این است که از ایشان حساب نمی برد. اما می داند که من با این پاره نانی که از کار و زحمت خود به دست می آورم قناعت می کنم و از گفتن حق باکی ندارم و نمی تواند مرا با خرما خریداری کند و می ترسد که حرف او را به گوش قوی تر از او برسانم و این موضوع رازی دارد و داستانی دارد. پیرمرد چادردوز راز خود را شرح داد و گفت داستانش این است که من علاوه بر این شغل کوچک دوزندگی مؤذن این مسجد و 30 سال است بر مناره این مسجد کهنه اذان میگویم. این مسجد وقفی است و برای اذان گفتن مزدی و پاداشی ندارد و هیچ کس دیگر داوطلب اذان گفتن در این مسجد نیست. من هم برای دل خودم و برای خدا و برای ادای وظیفه دینی خودم اذان میگویم. تا اینجا مطلب خیلی ساده است. اما چند وقت پیش در اینجا یک چیزی پیش آمد. یک امیر ترک که از غلامان خلیفه بود و تازه به دوران رسیده بود
در این کوچه خانه داشت و دم و دستگاهی و بروبیایی داشت. غلامان و سرداران و لشکریان بسیار زیر دست او بودند و همه از او فرمان می بردند. امیر در این محله از هیچ کس حساب نمی برد و همه از او حساب می بردند. خدمتهایی هم به خلیفه کرده بود که خاطرش پیش خلیفه خیلی عزیز بود. خب هر کسی یک خوبی های هم دارد. اما این امیر آدم پاک تینتی نبود و خودش فاسد بود و خیال می کرد خودش معاف است که هر کاری می خواهد بکند. دین و قانون را برای دیگران قبول داشت ولی برای خودش قبول نداشت. یک روز یک اتفاقی افتاد. من یک روز نماز عصر را در مسجد خوانده بودم و می رفتم که در دکان به کارم مشغول شدم. وقتی به کوچه رسیدم امیر ترک را دیدم که مست و خراب می آید و دست در چادر زن جوانی زده بود و به زور او را می کشید به طرف خانش و زن جوان فریاد می زد و التماس می کرد و می گفت ای مسلمانان به فریادم برسید که من زن هر جایی نیستم و شوهر و آبرو دارم و این امیر می خواهد به زور و گردنکشی مرا ببرد و فساد کند و از خانه و زندگی و از بهشت و از شرافت دور کند. کجا هستید ای مسلمانان که شوهر من قسم خورده است اگر یک شب از خانه غایب باشم مرا رها کند. به فریادم برسید. به فریادم برسید. زن گریه می کرد و فریاد می کشید و هیچ کس به فریاد او نمی رسید. از آنجا که این امیر خیلی مغرور بود و 5000 سوار داشت و زیر دستانش از او می ترسیدند، هیچ کس دیگر هم جرأت نمی کرد در این کار دخالت کند. من از دیدن این وضع پریشان شدم و به صدا در آمدم و فریاد کردم و گفتم ای امیر، از خدا بترس و دست از این زن بردار. برای تو زنان دیگر هستند. این را رها کن و بدبختش نکن. ولی امیر گوش نداد و زن را به خانه خیش برد و در کوچه سر و صدا تمام شد. من بر سر غیرت آمدم و نتوانستم ساکت بمانم. رفتم و از کوچه و محله عده‌ای از پیرمردان و اشخاص شریف را جمع کردم و به در خانه امیر بردم. داد و فریاد کردیم و امر به معروف کردیم و گفتیم در شهر بغداد در پشت دیوار قصر خلیفه زنی را به زور گرفتن و بردن خجالت دارد. شرم و حیا نمانده و مسلمانی تباه شده. این زن را بیرون فرستید. وگرنه همکنون محله و شهر را بر می آشوبیم و دادخواهی می کنیم و بغداد را بر سر امیر می کوبیم. وقتی امیر صدای ما را شنید با غلامانش از خانه بیرون آمد و ما را با چوب و تازیانه زدند و پای بعضی را شکستند. ناچار جمع ما پراکنده شد و از ترس جان فرار کردیم. وقت نماز شام بود. در مسجد نماز خواندیم و من با بعضی از نیکان قصه را گفتم. بعضی گفتند با این امیر به زور و جنگ روبرو نمیتوان شد. کاریست که نباید بشود و میشود. و این غلامان و امیران خلیفه ظلم میکنند و تقصیر از خود معتصم است. مگر خدا سببی بسازد و شر ایشان را از سر مردم کوتاه کند. و الا کاری از دست ماها ساخته نیست. کاری که می شود کرد این است که فردا صبح این زن بدبخت را به خانه شوهرش برسانیم تا از خانه و زندگی و آبرون نیفتد. گناهکار هم سزایش با خداست. وقتی چاره نیست، چاره نیست. این را گفتند و هر کسی به خانه رفت. من هم به خانه رفتم. اما از رنج و غیرت نگران بودم و فکر می کردم که چه باید کرد. پیش از وقت خواب با خود گفتم شنیدم که مستان شرابخوار هوش و حواس درستی ندارند. اگر بر مناره روم و بی وقت از آن بگویم امیر مست خیال می کند صبح است. هرچه باشد به فکر آبروی خودش می افتد و دست از فساد بر می دارد و زن را بیرون می کند. ناچار رهگذر زن بر در این مسجد است. من هم بعد از گفتن از آن بر در مسجد می ایستم و به همراه دو سه نفر آدم خوب او را به خانه‌اش می رسانیم و داستان بیگناهی او را شرح می دهیم تا زندگی و آبروی او محفوظ بماند. و همین کار را کردم. بی وقت بر مناره مسجد رفتم و با صدای هرچه بلندتر از آن گفتم و از مناره پایین آمدم و بر در مسجد ایستادم. از آن من امیر مصر را به هوش نیاورده بود. اما واقعه دیگری اتفاق افتاد.
این کوچه در پشت دیوار قصر خلیفه است و معتصم هنوز بیدار بود. صدای اذان بی‌هنگام مرا شنیده و سخت خشمگین شده و گفته بود این اذان بی‌هنگام چیست؟ هر که نیمه شب اذان بگوید می‌خواهد فتنه درست کند. مردم خیال می‌کنند صبح شده از خانه بیرون می‌آیند و پاسبان و شحنه و عسس ایشان را می‌گیرند و مردم به دردسر می‌افتند و نظم شهر به هم می‌خورد. خیره سر را بیاوری تا ببینم کیست و چرا در عبور و مرور شب اخلال می‌کند. من بر در مسجد ایستاده بودم. حاجب خلیفه مشعل در دست سر رسید و مرا بر در مسجد ایستاده دید. گفت تو بودی که از آن می‌گفتی؟ گفتم من بودم. حاجب گفت خلیفه صدای تو را شنیده و از این کار بیجا و بی‌هنگام خیلی غضبناک شده. دستور داده تو را به حضور او ببرم تا ادب کند. من گفتم فرمان خلیفه روان است و مطاع، ولی یک مرد بی ادب باعث شد که من این کار را کردم. گفت آن بی ادب کیست؟ گفتم کسی است که از خدا شرم نمی کند و از خلیفه نمی ترسد. گفت چگونه ممکن است در شهر بغداد در بیخ گوش خلیفه کسی نترسد؟ گفتم این چیزی است که با هیچ کس نمی توانم بگویم مگر با خود خلیفه، و اگر من گناهکار باشم هر حکمی درباره من بکنند حق است. حاجب گفت پس خلاصه وضع خیلی خطرناک است. اگر وصیتی داری بکن و بیا تا تو را نزد خلیفه ببرم. گفتم زودتر رسیدن از وصیت کردن من بهتر است. برویم. در این وقت مردم محله هم از شنیدن صدای اذان بی وقت تعجب کرد و رو به مسجد می آمدند. مطلب را به ایشان گفتم و سفارش کردم که همه بمانند و دیگران را جمع کنند و نتیجه ای کار را منتظر باشند تا اگر لازم شد از جمعیت مدد بجویم. وقتی به در قصر رسیدیم خادم منتظر بود. آنچه به حاجب گفته بودم به او گفت. خادم رفت و برگشت و گفت معتصم شما را می طلبد. مرا نزد معتصم بردند. خلیفه سخت خشمناک بود. بر سر من داد زد و گفت تو بودی که نیمه شب از آن گفتی؟ گفتم من بودم. گفت چرا این کار را کردی؟ گفتم اگر خطایی کردم از غیرت مسلمانی بود و آنقدر ناراحت بودم که نتوانستم ساکت باشم. اما قصد من چنین بود و داستان این بود. خلیفه داستان را گوش کرد و خشمش بیشتر شد. به خادم گفت همکنون میرغضب مرا با 100 مرد شمشیرزن به خانه آن امیر بفرست تا در هر حالی که هست او را بیاورد. اما آن زن را به همراه خواجه بزرگ به خانه شوهرش بفرستید و شوهرش را در خلوت بگویید که خلیفه تو را سلام میرساند و از این زن شفاعت میکند که سرگذشت چنین است و او تقصیری ندارد. اگر حرفی داری بیا با من بگو، اما تا تو بیایی ظالم به کیفر خودش رسیده است. بعد خلیفه به من گفت ساعتی اینجا باش. زمانی گذشت، امیر ناپاک را به حضور آوردند. چون چشم خلیفه به او افتاد گفت ننگ بر تو باد، ما خودمان بدنامی و گرفتاری کم داریم، شما هم هر کدامتان دست به کارهایی میزنید که بیشتر آبروی دستگاه را به باد میدهید. چگونه حیا نکردی و دست به چنین کار شرم‌آوری زدی؟ مگر تو سوگند نخورده بودی که مال و جان و ناموس مردم را محترم بشماری؟ مگر تو که امیر و رئیس هستی نباید خودت را حفظ کنی تا دیگران هم از آبرو ریزی دوری کنند؟ بگو ببینم به چه جرأتی در پشت دیوار دارالخلافه دست به چادر ناموس مردم میزنی و وقتی مسلمانان امر به معروف میکنند ایشان را به چوب و تازیانه میزنی؟ امیر که از ترس میلرزید گفت بد کردم، غلط کردم، مست بودم و نفهمیدم و امید عفو دارم. خلیفه گفت بد کردی 1 گناه، غلط کردی 2 گناه، مست بودی 3 گناه، نفهمیدی 4 گناه، امید عفو داری. از همه بدتر که میخواهی گناه تو را هم من به گردن بگیرم و بارم از آنچه هست در نظر مردم سنگین تر شود. تو که میخواهی با بد کردن و غلط کردن و با مستی و نفهمی امیر باشی بهتر است که نباشی. آن روزها در قصر خلیفه بنایی می کردند و در گوشه باغ جوالهای گچ و چماخهای گچکوبی افتاده بود. خلیفه گفت یکی از آن جوالهای گچ را بیاورید. امیر را در جوال انداختند و سر جوال را بستند.
آن وقت گفت دو نفر از غلامان با دو چماق گچکوبی امیر را در جوال کوبیدند تا از صدا افتاد. بعد گفت او را با همان جوال به رودخانه دجله انداختند. بعد خلیفه رو به من کرد و گفت ای پیر مرد، بدان که هر کس خدا بترسد خودش کاری نمی کند که در دنیا و آخرت روسیاه باشد و هر کس خدا نترسد از خیلی چیزها باید بترسد. و این مرد چون امیر بود و بیش از دیگران مسئول بود و کاری کرد که نباید بکند، به کیفری رسید که نباید برسد. اما بعد از این به تو اجازه می دهم که هر وقت دیدی کسی به ناحق به کسی زور می گوید و آن مظلوم فریاد رسی ندارد و به تو خبر رسید و بر تو ثابت شد، همچنین مانند امشب صدا را بلند کنی تا من تو را بخواهم و احوال را بپرسم و با او همان کاری کنم که با این ظالم کردم، اگرچه هم فرزند من یا برادر من باشد. از آن در وقت نماز بانگ نماز است، بی وقت از آن نباید گفت، اما وقتی چاره ناچار شد آبروی دستگاه را نگاه باید داشت. حکم من به تو این است. آن وقت خلیفه مرا مرخص کرد. دیگر من نمی دانم. شاید معتصم این حکم را همان دم نیز فراموش کرده باشد. شاید از بیم رسوایی و برای حفظ ظاهر دست به چنین کیفری زده باشد. بسیاری از کارهای اینها نسنجیده است. اما حرف حق چیزی است که بر زبان هر کسی ممکن است جاری شود. حق این است که هر کس خدا بترسد خودش کاری نمی کند که دنیا و آخرت روسیاه شود و هر کس خدا نترسد از خیلی چیزها باید بترسد. و چون همه نزدیکان معتصم از این پیش آمد خبر دارند، از چنین پیش آمدها و چنان حکمها می ترسند. خب، حالا فهمیدی که چرا با یک پیغام به وسیله این کودک حق به حقدار رسید؟ مرد کاسب گفت فهمیدم. دوستان، امیدواریم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. خوشحال میشیم نظرتون رو راجع به این داستان و حکم خلیفه و راهکار پیرمرد برای ما کامنت کنید. لطفاً لایک فراموشتون نشه. شاد و سربلند باشید.